بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای عالم که هستید، خصوصا در ایران عزیز. عید سعید فطر بر شما مبارک باد. در این گفتار مختصر من چهار نکته رو به عرضتون میرسونم. نکته اول یه بحث دینی است، نکته دوم یه بحث مختصر سیاسی است، نکته سوم یک بحث بسیار کوتاه شخصی و نکته چهارم ایدانه. اما بحث دینی، عید سعید فطر چه زمانی است؟ با توجه به مشکلاتی که نوعاً در محاسبه این روز اتفاق میفته، که خب دشوارتر از محاسبه روز اول ماه مبارک رمضان هم هست، چند نکته رو به اطلاعتون میرسونم. یکی این که چه روزی اول یا آخر ماه قمری است، همون مصر تشخیص ماه‌های شمسی مسئله علمی و به شکل مشخص نجومی است و در زمره احکام فقهی نیست تا از شؤون فقیه مجتهد یا حاکم شرع باشه و به تبع تقلید بردار هم نیست. یعنی این که فردا مثلا روز عید فطر هست یا نیست، این مسئله تقلیدی نیست. اما این که در تشخیص اول ماه قمری و امکان رؤیت ماه محاسبات علمی معتبر است، یا رؤیت بالفعل هلال ماه ملاک است، یا محاسبات علمی نه طریقیت دارد نه موضوعیت، یا طریق احراز ماه جدید قمری امکان رؤیت هلال ماه با چشم غیر مسلح است، یا مطلق رؤیت ولو با تلسکوپ و چشم مسلح است، یا زمان تولد ما بدون ارتباط با امکان یا فعلیت رؤیت است، یا احتمال سوم امکان رؤیت ما در هر جای کره زمین بر مردم سراسر جهان کافی است، یا امکان رؤیت در مناطقی ملاک است که حداقل حدود یک ساعت شب مشترک با محل سکونت دارند و مسائل از این قبیل. بله، اینها از امور اجتهادی و فقهی هستند و منشأ اختلاف در تشخیص اول ماه قمری در استنباطهای مختلف از آیات و روایات هم همین محورهای سه یا چهارگانه است که به عرضتون رسید. اما تطبیق همین امور بر جهان خارج، یعنی که حالا فرض بکنید این سه چهار مبنای اجتهادی و با اون نکته اول که مبنا بحث اصلا خارج از اجتهاد و تقلید هست، حالا این دوتا رو میخوایم دقیقا تطبیق بکنیم، ببینیم که چجوری میشه تشخیص داد چه روزی اول ماه هست. تطبیق همین امور بر جهان خارج و تعیین این که دقیقا چه روزی اول ماه قمری در هر سال است، از حوزه ولایت فقیه یا حاکم شرع یا اجتهاد و تقلید فقهی یا شؤون مجتهد بیرون است. چون داریم حکم شرعی رو میخوایم بر موضوع خارجی تطبیق کنیم. مثل همون بحثی که میشه، میدونیم که مثلا نوشیدن مشروب الکلی حرام است، اما نمیدونیم این نوشیدنی مشروب الکلی است یا نیست. این بحث موضوعیه، بحث حکمی نیست. بنابراین تطبیق این احکام سه چهارگانه بر اون امر خارجی، این که اول ماه قمری امروز است یا فردا است یا یک روز دیگری است، این هم شبیه همون مسئله است. هر مسلمانی میتواند شخصا تحصیل یقین کند یا به هر طریق یقین آوری عمل کند. یعنی محصول این استدلال در نهایت یک مقدمش اجتهادی است، یک مقدمش هم اصلا اجتهاد تقلید بر نمی دارد. بنابراین نتیجهش، اون تشخیصش، نتیجه نهاییش برمیگرده به خود فرد. یعنی هر طریقی که باعث اطمینان به حلول ماه رمضان شود قابل قبول است، چه رؤیت هلال، چه محاسبات ریاضی و نجومی. خب نکته بعد این که امکان رؤیت هلال ماه رمضان بر اساس محاسبات معتبر علمی در یکی از مناطق کره زمین با چشم غیر مسلح، یعنی چشم عادی، این امکان رؤیت هلال ماه به نظر من کافی است.
نه فعلیت رؤیت، نه اینکه بریم حتما ببینیم ما حلول کرده یا نکرده. امکان رؤیت داشته باشه به لحاظ ریاضی، به لحاظ نجومی، به لحاظ علمی کفایت میکنه در هر نقطه از مناطق کره زمین، فقط با چشم غیر مسلح، یعنی با چشم عادی. بله، بنابر احتیاط مستحب، رؤیت هلال ماه با چشم غیر مسلح در محل سکونت یا در مناطقی از کره زمین که حداقل حدود یک ساعت شب مشترک با محل سکونت دارند برای احراز ماه جدید کافی است. اما یه احتیاط مستحب، هرچند حالا اونجا که میتونید بهش عمل بکنید. امکان رؤیت هلال ماه با چشم غیر مسلح در هر نقطه کره زمین برای همه مناطق خالی از قوت نیست. بنابراین اگر جای از کره زمین ماه رؤیت بشه، امکان رؤیت داشته باشه با چشم غیر مسلح، با چشم عادی، همه مردم مناطق دیگر جهان حتی با شب مشترک هم نداشته باشن میتونن به همون نقطه اتکا بکنن و در نظر بگیرن که ماه رؤیت شده، امکان رؤیت داره، میتونن به تکلیف شرعیشون عمل کنن. خب این احکام مسئله. حالا دقیقا میخوام ببینیم امسال چی شده. با توجه به این نکاتی که عرض شد، یک شنبه که من الان در روز یک شنبه اینجا دارم صحبت میکنم با شما، یک شنبه 11 اردیبهشت یعنی اول ماه می، این سیوم ماه رمضان بوده، مطابق اون محاسبه‌ای که به همین شیوه در مورد اول ماه رمضان صورت گرفت. بنابراین ماه رمضان هم که بیشتر از 30 روز نمیتونه باشه. برای کسانی که اون روز رو اول ماه گرفتن، دوشنبه 12 اردیبهشت، 12 اردیبهشت 1401، دوم ماه می 2022، اول شوال 1443، عید سعید فطر خواهد بود. این با یک مبنا، با مبنای دیگه، هلال ماه در اکثر نقاط آمریکای شمالی، یعنی میشه گفت 80-90% کشور آمریکا و همه کشورهای آمریکای مرکزی، با چشم غیر مسلح در غروب امروز یک شنبه قابل رؤیت خواهد بود. خب با اون مبنای هم که عرض کردم، امکان رؤیت کفایت میکنه. بنابراین این مبنای گفتار حکمی که ذکر شد، بحثم این هم هست که این حکم فقهی نیست، تصمیم رو هر مسلمان خودش میتونه با این مقدماتی که ذکر کردم بگیره و مطابق این عمل بکنه. این اون چی بود که من خودم دارم بهش عمل میکنم، شنونده و بیننده عرایز من هم خودش با اونچه که صحیح میدونه عمل خواهد کرد. نکته بعدی، با فطری های خود مرهمی بر زخم آنها که ندارند باشیم. در پرداخت فطریه امساک نکنیم، یعنی حداقل رو نخواهیم بپردازیم، با سخاوت فطریه حد اکثری خود را مستقیما به فقرا یا مراکز خیریه بپردازیم. خب این بحث اجمالی دینی من بود، به خاطر اینکه سوالات فراوانی شده بود، هم در مورد اول ماه، هم در مورد عید فطر، اونچه که به نظر آثار من میرسید برزتون رسوند. اما نکته دوم، بحث سیاسی. عید فطر امسال رو در شرایطی برگزار میکنیم که بلای کرونا در قالب کشورهای جهان رو به مهار شدن است. هرچند هنوز خانواده‌های بسیاری درگیر یا سوگوار عزیزانشان هستند. اخبار نگران کننده کشتار کور شیعیان در افغانستان کاممان را تلخ می کند. مردم ایران هم همچنان اسیر زمامدارانی هستند که منافع ملی اولویتشان نیست و در اوهام خودشان به نام دین با سوء تدبیر نهادینه، سرمایه، فرصتها و منافع ملی ایرانیان را برباد می دهند. فشار فقر بیش از همه بر شانه‌های کارگران، معلمان و دیگر اقشار آسیب پذیر سنگینی می‌کند. باعث شرمندگی ملی است که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران
در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در کنار متجاوز ایستاده است و ایران که قرار بود سیاست نه شرقی نه غربی راهنمای سیاست خارجیش باشد، در عمل متاسفانه مستعمره روسیه و چین شده است. نجات ایران از هیولای استبداد دینی و ولایت مطلقه فقیه راهی جز این ندارد که روحانیون به جای مسند قدرت سیاسی به حوزه و مسجد و سپاهیان به جای دخالت نابجا در سیاست و اقتصاد به پادگانها بازگردند و طریق اداره کشور با همه پرسی عمومی تعیین شود و قانون اساسی و نهادهای قانونی اعم از ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی بدون مهر چینی شورای نگهبان به عنوان مجلس شورای اسلامی توسط آرای مردم انتخاب شوند و مقام مزاحم رهبری از صحنه سیاست ایران برای همیشه حذف و به همانجا فرستاده شود که اعلیحضرت همایونی فرستاده شد. ایران ایران نمی شود تا زمانی که احزاب و مطبوعات مستقل امکان فعالیت آزادانه داشته باشند. اینکه 12 سال منتقدان قانونی رهبری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون برگزاری دادگاه صرفاً با اراده رهبری در حصر غیرقانونی نگاه داشته می شوند، نشانه این است که بعد از حدود 120 سال هنوز عدلیه نداریم. احکام سنگین دادگاه بدوی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی شریف، سند روشنی است که دادگاه‌های انقلاب قوه قضاییه جمهوری اسلامی یقیناً قطعاً از دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب ظالمانه‌تر و غیرقانونی‌تر عمل می‌کنند. با این احکام قضایی سیاست زده فرار مغزها دلیل نمی‌خواهد. بازداشت رهبران صنفی معلمان در آستانه روز معلم نشانه دیگری از اداره کشور به شکل پادگانی است. مقام رهبری با این دست فرمان در سیاست خارجی وابسته به شرق، انرژی پرهزینه و کم فایده هسته‌ای، هوا کردن برجام، ماجراجویی‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کاملاً غلط اقتصادی و سرکوب‌های فرهنگی و سیاسی داخلی دارد کشور را به پرتگاه سقوط می‌برد. اگر کسی دلش به حال دین و آیین می‌سوزد، یک راه بیشتر ندارد: جدایی نهاد دین از دولت، اخراج حکومت دینی، جمهوری اسلامی و سلسله غیر جلیله آخوندشاهی از ایران و هزینه نکردن دین و مذهب در سیاست‌های روزمره. بسیار متاسفم که در رتبه بندی جهانی شادمانی جمهوری اسلامی نزدیک قعر جدول قرار دارد. یعنی ایرانیان غمگین‌تر از مردم لیبی، ترکیه، پاکستان، ونزوئلا، عراق و نیجریه هستند و البته شادمان‌تر از افغانستان تحت سلطه طالبان. این نحوه کشورداری را باید به زمامداران بی‌کفایت جمهوری اسلامی تبریک گفت. اما بحث کوتاه شخصیم. به لحاظ فردی، به حمد الله دوران نقاهت رو به پایان است. هر روز بهترم و بیاری خدا و نظر پزشکان ظرف چندین هفته آینده بهبود کامل حاصل خواهد شد و به زندگی عادی باز خواهم گشت انشاءالله. از همه دوستان و سرورانی که به انهای مختلف مرا با دعای خیر خود یاد کردند صمیمانه تشکر می کنم و توفیق همگی را از خدای بزرگ خواستارم. اما بحث کوتاه چهارم، بحث ایدانه. با همه مشکلات و مصائب خدا را شاکریم که توفیق استفاده از برکات ماه مبارک رمضان را پیدا کردیم.
در عید فطر امسال خدا را بر همه نعمتهایش شکر می‌گذاریم و دعا می‌کنیم شاهد روزهای بهتر و بانشادتری برای خود، کشورمان، شیعیان و مسلمانان جهان بلکه کل بشریت باشیم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. سال گذشته این توضیح را نوشتم در پاسخ دوستانی که به این شعر اعتراض کرده بودند. اصل شعر از قاآنی است، اما مصرع دوم قاآنی چنین است: عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت. خب معنای جالبی نداره. ملک الشعرای بهار هم شعری دارد با این هم مال ملک الشعرای بهاره: شاهی به میان آمد و شاهی زمیان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. که البته شعرش ربطی به ماه رمضان ندارد، در مدح یکی از شاهان زمان خودش بوده و که سر آمده و پدر رفته. در این شعر، شعر مشهور که من خوندم، این شعر فی الواقع مونتاژ شده مصرع اولش از قاآنی و مصرع دومش از ملک الشعرای بهاره. برای رعایت امانتداری و رفع ابهام این نکته را عرض کردم. حالا بیاییم سر ایدانه های اصیل غیر مونتاژی. از همشهری شیرین سخن خودم جناب سعدی شیرازی شروع میکنم: الوداع ای زمان طاعت و خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن، مهر فرمان ایزدی بر لب، نفس در بند و دیو در زندان. این مصرع هم از جناب حافظ شیرین سخن یاد میکنم: روز یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. و سخنم را با ابیات زیبایی از دیوان غزلیات شمس جناب مولانا به پایان میبرم: عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. عید آمد به کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارک باد. عید آمد و عید آمد و آن بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. عید سعید فطر بر همه مؤمنان مبارک باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.